یه سوال دارم با الهام از همون صحبتاتون تو هر چی شما رو توی موقعیت قرار بدن با توجه به تفکراتتون ببینم چه مسیری انتخاب میکنید. فرض کنیم که شما زمان پیغمبر قصه روانشناسی دیگه آره فرض کنیم که شما زمان پیغمبر هستیم، یه بنده خدایی هم یه دختر دو ساله رو میخواد زنده به گور کنه، شما شروع میکنید به نصیحت و بالاخره هدایت ایشون، فایده نداره هرچی میگید، میگه من همه فکرامو کردم، دو ساله با این بچه زندگی کردم، خیلی هم دوستش دارم، به صلاحش نیست، من الان با توجه به گذشته هامون و آیینمون و فرهنگمون و اینا در توست این بچه رو باید بکشم. یه بنده خدای دیگه داره رد میشه، بحث شما دوتا رو میبینه، میگه آقا اگر شما خیلی دوستش داری، شما که میخوایی بچه رو نجات بدی، آقا میری شما خودت فداشو، این مردرد شما رو به فیض شهادت درست کنه، از اون بچه میذاره، اون مرد عرب هم میگه باشه، من هم عرب جاهلی هم سر حرفم بایی میستم، اگه این آقا جونشو من به جای این بچه اینو بکشم، بچه همون دستشو میگیرم میرم کنه، شما انتخابتون چیه؟ یه چیزی به شما بگم، تو مثالی که میزنی چه اتفاق میفته؟ این مثل اینه که یه حرف غیر منطقی من به شما بزنم، به شما بگم که مثلا بین لجن جوب با لجن رودخونه شما کدومشو میخوری، باید یکشو انتخاب کنی. خب نه، هیچ کدومشو نمیخوام انتخاب کنم. من میتونم هیچ کدومشو انتخاب نکنم، نه وایستم این منو بکشه، نه بذارم بچه رو بکشه. هزار تا راه دیگه هست. نه میخوام بگم تو مثالی شما ببین، این میدونم مغالطه است، آخه تو مثال اینجور مثال زدن الان مثل همینه که من به شما بگم، من به شما بگم شما کدوم انتخاب میکنی، لجن جوب و قورباغه پخته میخوری یا مثلا تو آب پزم شده باشه اینا، یا از چی بدت میاد؟ یه چیز دیگه که قورباغه پخته میخوری، از چی بدت میاد؟ غذا نه، یه جونوری که خوشت نیاد، چه میدونم یه چیزی مثلا بگم آقا سوسکو، مثلا سوسکو بپزم، اردک چه میدونم سوپ سوسک میخوری یا سوپ مثلا نمیدونم چی، آخه الان همه چی هم میخورن ملت، این مثال قبلا کار میکرد الان دیگه کار نمیکنه. بعد بین دوتا غذای لجن شما رو بذارم وسط، بگم خب کدوم اینا رو میخوری، و شما میگی که خب من الان کدوم رو میخورم، نه هیچ کدوم رو نمیخورم، نه هیچ کدومش رو نمیخورم، نه من موافق اون بچه کشیم، پول داشته باشم که ازش میخرم که میفروختن، میتونستی بخری، کسی نبود بخره، وگرنه اونو بفروش بوده، اونو دختر خودشون هم میفروختن، اونجا میتونستی بخری، نه با این که کشته بشم به دست کسی موافقم، نه با هیچ کدومش موافق نیستم. میدونی چی به شما میگم؟ میخوام به شما میگم ببین مثالی که میزنی یه مغالطه توشه، مغالطش اینه که طرفو بین دو تا چیز بد میذاری، بعد میگی کدومش انتخاب میکنی. بله اگه من ببینم یه دختر بچه داره میره زیر ماشین و اگه من بودوام میتونم دختره رو نجات بدم ولی احتمال داره خودم از بین برم، من این کارو میکنم، خودمو فدای اون بچه میکنم. گرفتی چی شد؟ اون چیز منطقی داره که شما میری از یه تصادف یه بچه‌ای داره آسیب میبینه، اینجا همه اقلای عالم اگه شما بگی من رفتم برای نجاتش میپذیرن، نه که بری بخوا بگی به سر منو ببر، منطقی نیست اون که. شما یه وقت میگی آقا آیا شما خودتو فدای یه دختر بچه میکنی؟ آره من این کارو میکنم، اما تو چه شرایطی؟ شرایط داره، تو شرایط منطقی، تو شرایط درست. ولی حالا اینکه آقا شما فدا بشی بچه زنده بمونه، جامعهش هم درست میشه؟ نه. حالا بعد بایستی جامعهش رو درست کنی، وگرنه قرار زنده بمونه توی جامعه‌ای که اینو به عنوان یک کالا باش برخورد میکنن، تو داری در اصل مجوز زجرش رو تا روح آخر و عمرش امضا میکنی، تو قرار شد دردش کم کنی به هر قیمتی، که قرار نشد زندگی کنیم، قرار شد خوب زندگی کنیم، قشنگ زندگی کنیم. سوالی که همون مثالی که خودتون زدین هم میتونم بگم مثلا شما مملکتی هستی که حق رو میبینی، توی مملکتی هستی که هیچ کی حق رو نمیبینی، تو تاریکی هم یه دختر هم داره
میره دیگه ماشین. شما میتونید حق ایثار حقه، اون ایثار یعنی کار منطقیه. اون کارو میکنید چون اون باعث میشه حق باقی بمونه، چون حق کلمه نیست که. حضرت ابوالفضل رفته توی شریعه اگه آب بخوره جون میگیره، بهتر میتونه دفاع کنه، ولی آب بخوره خلاف ایثاره. اون میگه بذار ایثار بمونه، قرار نیست من حتما زندگی کنم اینجا، که قرار خوب زندگی کنم، قرار به زندگی ارزش بدم، قرار نیست که به هر قیمتی زندگی کنم. خب برای همین حاضر نمیشه آب بخوره، کشته بشه، ولی کلمه ایثار باقی بمونه، چون ایثار جامعه رو تمیز میکنه بالاخره. یعنی ایثار قشنگ تو وجود کسی بیاد، چون صفات اینجوریه، صفات حق یه کلمش در تو بیاد همش در تو ایجاد میشه. حالا فرمودید که همه چی تو انسان معنی میشه، پس هم بگم که خوبی و بدی، حالا هم ایثاری که میگید این به نظر، حالا درسته که شما میگید ما وجود همون بینم باید جان ولش کن اونو دیگه داداش، بیخیال شد دیگه، اونو اونو جمعش کن داداش. آره بیخیالش شد داشت، صدا تو میاد تا اینجا. همه چیز هم تو وجود ما معنی میشه، ولی مثل اینکه حالا این خوبی و بدی رو من نمیبینم درون ما باشه، مثل اینکه فراتر از وجود ما. یعنی چی؟ یعنی تو به ما وابسته نیست، یعنی خوبی و بد، خوبی حالا بدی که نیست، حالا خوبی هست خودش، به وجود ما وابسته نیست، یا ما هر چقدر به نهایت اصلا شما هر چی راجع به خوبی صحبت میکنیم اون چیزی که شما داری دریافت میکنی از خوبی، شما داری بهش معنا میدی، شما نباشی چه معنایی داره؟ چون تو خیالت میتونی خودت رو تفکیک کنی از ذهنت، فکر میکنی که اینا دوتاست، خیال شماست، شما نمیتونی که الان شما هر چیزی داری از این عالم دریافت میکنی قوامش به وجود شماست، اون چیزی که درون شما هست، شما نباشی چه معنایی میده اینا؟ میدونی تو خیالت میتونی خودتو نباشی و جهان باشه، ولی این حقیقت نداره، شما نباشی اونم نیست، چون این جهانی که داری میبینی جهانی که تو داری میبینی. شما الان گفتید که حضرت ابوالفضل یک حالا رسمی گذاشت، یک آینه گذاشت که ایثار خودش نیست دیگه، اما آینه آقا اون یه بحث دیگه است، بحث فیزیکش. نه اون عمله، وقتی شما میخوای ایثار رو ببینی باید به نمایش در بیاد تا ببینیش، اون به تصویر در میاد میبینیش، ولی بیرون شما نیست. شما اگه فهمی از ایثار نداشته باشی، یه صحنه زیبایی که توش مملو و از ایثارم باشه ببینی، هیچی ازش نمیفهمی. این بحثایی که قبلا گفتیم، اگه چیزی در وجود شما نباشه در بیرون نمیتونی ببینیش. شما اهل زیبایی نباش، هیچ زیبایی اینجا نمیبینی، با اینکه پر زیبایی باشه. اصلا ببرن تو تالار آینه، این کثافت کاری چیه؟ چرا؟ چون چیزی از زیبایی درون تو نیست. اگه درون تو نباشه با بیرون ارتباطی نمیگیری با اون. در اصل تو اون نمایش چیزی که در تو هست تو داری میبینی، بعد تقویتش میکنه، ملموسش میکنه. با درون شما، من میگم فقط درون شماست، میگم جای دیگه نیست. این که من دارم میگم، شما داری میگی نیست، شما داری میگی بیرون ماست، من که گفتم درون ماست همه چی. علیزه بهش فکر کن. مختصر خب جوابش آخه باید ببینیم مختصر. حالا بفرمایید همین چند دقیقه. آره راجع به صحبتهای من، سوالتون بفهم. من سال هاست که دارم تلاشات شما را از فضای مدنی دنبال میکنم دیگه، امشب سالت نصیبیم بزرگواریم دیگه، این اینترنت هم سه هفته است که داره اذیت میکنه، امشب دیگه کچکه اومد. بعد شما فرمودید که توی تلاشات خیلی بحث من اون این سوال از اونجا برام همینطور به وجود مرده نگه داشتم تا به موقع اینو بپرسم. راجبه که تفکر کنید که گفتید که فکر کنید، بیتنی تأکید داشتید که برید فکر کنید، و یک بار هم نه چند بار این مسئله رو تأکید کردید که برید فکر کنید. من میخواستم ببینم که ببینید این سلسله بحث‌های شما رو من دنبال کردم، بی نهایت و انسان بی نهایت و این، و راضی بگیم از یکی شما میگید فکر کنید
من فکر کردن و هر چیز میرم تو خودم اینطوری واسه خودم تحلیل میکنم که باید سوال خوب متوجه بشم که مسئله چیه، بعد راجبش مطالعه کنم، راجبش پرسجو کنم، مشورت کنم. یعنی بیشتر از این راجب فکر چیزی نمیدونم، میخوام ببینم که طریقه فکر کردن چه جوریه به دید شما. حالا امشب صحبت امشب رو گوش کنید، شاید جواب سوالتون بگیرید. چطور بتونیم یه مسئله رو که الان مثلا همین بی نهایت بکنم متوجه میشم تا حدودی که شما میخواید چی رو برسونید و چون خیلی نوعه. نوع که نیست البته. ببین منظر شما خیلی نوعه، برای من اینطوره، یه منظری برای من باز شده، یه منظر جدیدی از وقتی که 3 سال بودم دارم وصل به شما رو دنبال میکنم. احساس میکنم که تا حدودی اون چیزایی که طریقه‌هایی که قبلا نگاه میکردم، منظری که قبلا داشتم به مسائل، فکر میکنم با عقل خودم ها. شما گفتید که عقل خودش ملاکه دیگه، انسان میتونه با عقلش برسید حتی به تویی. من با عقل خودم که میام 2-4 میکنم، فکر میکنم که درست نگاه نمیکردم. الان چیزی که منو به وجد میاره دنبال میکنم این بحثا رو، این منظر جدیدیه که دارم میگیرم. اما اینکه چجوری فکر کنم، میخوام از دید شما ببینم درست فکر کردن راجع به یه همچین مثلا یکی از مسائل همین بینهایی، درست فکر کردن چجوریه. این صحبت امشب رو گوش کنید ببینید به دردتون میخوره، احتمالاً جواب سوالتون توش هست.